سرخط خبرها. سفر رئیس جمهوری فرانسه به بیروت بعد از انفجار مهیب، مکرون خواستار اصلاحات فوری برای حل بحران سیاسی و اقتصادی لبنان شد. نگرانی از کرونا حریف کنکور نشد. اولین روز آزمون کارشناسی ارشد با حضور بیش از 300 هزار داوطلب برگزار شد. رئیس جمهوری افغانستان حرفش را بر کرسی نشاند. مجلس پذیرفت در لایجرگه مشورتی صلح شرکت کند. و 18 ساعت شنا در آب‌های سرد سیبری. هدف هشدار درباره تهدیدهای زیست محیطی. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز به بازدید محل انفجار مهیب اخیر در بیروت رفت. دولت لبنان امیدوار است با کمک فرانسه بتواند به بازسازی ویرانی‌های برجامانده از انفجار و همچنین اقتصاد خود بپردازد که پیش از انفجار هم در بحران فرو رفته بود. شهردار بیروت میزان خسارات وارده بر این شهر را 15 میلیارد دلار برآورد کرده. همزمان لبنان در عزای عمومی به سر می‌برد و دولت مهلتی 5 روزه برای شناسایی مسئولان انفجار پریروز اعلام کرده که انتقاداتی برانگیخته. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد، با این هشدار که در این گزارش فلش شدید دوربین دیده می‌شود. دیشب چراغ‌های برج ایفل به نشانه همدردی با سوگواری لبنانی‌ها خاموش بود. فرانسه از نخستین کشورهایی بود که کمک به لبنان فرستاد. ماموران آتش‌نشانی فرانسوی راهی بیروت شدند. صبح امروز هم امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به بیروت رفت. نشانه ای از پیوند تاریخی میان فرانسه و لبنان، پیوندی به قدمت جنگ های صلیبی برجامانده از 1000 سال پیش که پادشاه فرانسه لبنان را تحت الحمایه خود اعلام کرد. حالا هم یکی از سایت های اینترنتی توماری راه انداخته و خواسته که لبنان به مدت 10 سال بار دیگر مستعمره و تحت الحمایه فرانسه شود. تا این لحظه بیش از 42,000 امضا جمع کرده. این تومار بیش از آن که یادآور پیوند تاریخی فرانسه و لبنان باشد، خشم لبنانی ها را از ناکارآمدی و ندانمکاری دولت بیان می کند که به چنین فاجعه ای انجام می ده. دست دولت لبنان پیش از انفجار هم به سوی فرانسه دراز بود. یک هفته پیش از انفجار وزیر خارجه فرانسه به لبنان رفته بود که برخورد سرد نخست وزیر لبنان با او به استعفای وزیر خارجه لبنان انجامید. اکنون اما قدوم امانوئل مکرون را گرامی داشتند. هنوز معلوم نیست فرانسه برای لبنان چه میتواند بکند. لبنان میلیاردها دلار کمک برای بیرون آمدن از زیر آوار انفجار نیاز دارد. بدتر از آن، نان مردم در خطر است. سیلوها تنها تا 1.5 ماه دیگر گندم دارند. از بندر بیروت هم نه گندم نه هیچ چیز دیگر نمیتوان وارد کرد. مرتضی فرهمند، بی بی سی. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه از واشنگتن با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای هاشمیان، چقدر این اتفاق ممکنه که تأثیر بگذاره بر ایجاد تغییرات در لبنان، ایجاد تغییرات ساختاری؟ من معتقدم که تغییرات ابتدا در یه چیز مهم اتفاق خواهد افتاد و اون اشاره به پیمان طایفه، چون که الان و آقای مکرون که آمده لبنان صحبت از یک پیمان جدید شده که البته جزئیاتش بیان نشده، ولی امروز در جلسه 4 طرفه یعنی آقای مکرون، آقای میشل اون رئیس جمهور لبنان، آقای نبیه برلی رئیس پارلمان و همینطور آقای حسن دیاب نخست وزیر لبنان جمع خواهند شد در قصر بعبدا در بیروت و در این مورد صحبت خواهند کرد. بنابراین الان اولین قربانی که ممکنه گرفته بشه از این قضیه پیمان طایف. پیمان طایف در مورد استقلال لبنان بود بعد جنگ داخلی و در مورد خروج نیروهای سوریه از لبنان
لبنان و در مورد خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان صورت گرفته. الان تمام این مسائل تقریبا اتفاق افتاده، بنابراین الان انتقاد شدیدی که وجود داره طبقه سیاسی که بعد از پیمان طائف در لبنان حاکم شد. نتیجه دوم مربوط به دولت لبنانه. دولت لبنان همونطور که شما میدونید بعد از تظاهرات سه ماهه‌ای که در لبنان شکل گرفت وجود آمد و در واقع خودش را گروه نجات معرفی کرد، تلاش کرد که یک شکل جدیدی از دولت ارائه بده، در افراد سابق را به کار نگیره، تقریبا به غیر از آقای حسان دیاب و وزیر محیط زیست بقیه چهره‌ها همه تازه بودند و جدید بودند. ولی الان انتقاد شدید بخصوص از وزارت راه و مشاغل عمومی آقای میشل نجار که مسئول مستقیم بندره خیلی بالا گرفته. آقای حسان دیاب هم گفته بود که دولت نجات ملیه، ولی در مورد بدهی ها، سود بدهی ها، بحران اقتصادی، موضوع کرونا خیلی خیلی مورد انتقاده. و بخصوص الان هم که در مورد تحقیق بین المللی یا تحقیق محلی در مورد این انفجار میخواد صورت بگیره، همه دارن میگن که به غیر از سخنگویان دولت و اونایی که جزو این گروه هستن و گروه تحقیق مثل آقای ایلی فرزلی معاون آقای نبیه در پارلمان، بقیه همه دارن انتقاد میکنن که بایستی گروه بین المللی تحقیق صورت بگیره و نه یک گروه محلی. آقای هاشمیان، این که رئیس جمهوری فرانسه سفر میکنه و در لبنان مورد استقبال مردم خیلی قرار میگیره، واقعا چقدر رئیس جمهوری فرانسه کشوری مثل فرانسه الان میتونه به لبنان کمک بکنه با توجه به اینکه میدونیم چقدر نیروهای مختلف اونجا درگیر هستن؟ ببینید، در گزارشی که ارائه شد قبل از این صحبت‌ها، گزارش خیلی واضحی بود در مورد تاریخ روابط فرانسه و لبنان. محله‌ای که مورد اصابت قرار گرفته الان در این انفجار یا حمله، هنوز معلوم نیست چی به چیه و بایستی تا یک شنبه صبر کنیم و گزارش گروه تحقیق را برای شورای وزیران بدونیم، این محله یک محله مسیحی نشینه، محله اشرف فیه لبنان یک محله مسیحی نشینه. بنابراین قبل از اینکه ویژگی لبنان یا ویژگی مربوط به لبنان داشته باشه، ویژگی مسیحی هم داره و به این خاطر آقای مکرون وارد اونجا میشه، در خیابان‌ها قدم میزنه و در واقع با مردم هم مردم رو در آغوش میگیره. ما دیدیم که یک خانمی را در آغوش گرفته و بنابراین این یه زاویه خیلی مهم قضیه است. حالا ابعاد سیاسی قضیه اینه که بایستی ببینیم در قصر به عبدا چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا پیشنهاد آقای مکرون رو برای ایجاد یک پیمان جدید قبول میکنن یا نه؟ متشکرم از شما حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در واشنگتن. در ایران امروز بیش از 300 هزار نفر داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها شرکت کردند. قرار است حدود 200 هزار نفر دیگر هم فردا و پس فردا امتحان بدهند. امتحانی در میانه نگرانی از شیوع ویروس کرونا و مخالفت های زیادی که با برگزاری این آزمون ها شده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این تصویر ایدئال از برپایی آزمون های امروز در ایران است. برای خیلی ها ایدئال این بود که اصلا این آزمون ها برگزار نشوند. پنج هزار بازرس بهداشتی کوشینند به داوطلبان و افکار عمومی نشان دهند که جای نگرانی نیست. رعایت پروتکل ها انجام شده، تمام صندلی ها دیروز گندزدایی شده. واقعیت امر در خیلی موارد شبیه این تصاویری است که در شبکه های اجتماعی منتشر شده. پروتکل های بهداشتی همه جا رعایت نشد، ولی روشن بود که قصد تلویزیون ایران اطمینان دادن بود تا دست گذاشتن بر روی موارد سهل‌انگاری. از در وارد شدین دستورالعمل‌ها رعایت می‌شه؟ بله، رعایت می‌شه. بله، خوب. الانم که فاصله ها خوبه. خوبه، خداش. تا اونجایی که تونستن که خب بالاخره حداکثری رعایت کردن دیگه، هم داوطلبا هم کارکنان. بیشترین تعداد داوطلبان امروز امتحان دادند. تا شنبه نزدیک به 500,000 نفر امتحان خود را خواهند داد و حدود 300 هزار نفر از آنها جذب دانشگاه‌های دولتی و غیر انتفاعی و آزاد خواهند شد. همین آزمون‌ها هم با تأخیر برگزار شدند.
پس از کلی مخالفت در میان سیاستمداران و در میان خود داوطلبان. موافق برگزاری کنکورم به هیچ عنوان نیستم، چون خیلی از حالا خیلی کنم ولی چند تا از دوستای خودم هستن که به این بیماری مبتلا شدن و خب از درسشون خیلی عقب افتادن. اون چیزی که به ما ارائه میدن باید در همون سطح از ما بخوان، مثلا میان ساعت پایین به ما درس میدن تو مثلا برنامه، مثلا حالا برنامه‌ات مختلف هر 10 دقیقه یه بار آموزششون قطع میشه یا کیفیت پایینه. واقعا اون کیفیتی که سر کلاس حضوری است اصلا تو مجلس نمیشه اصلا اونو ارائه داد. با این حال خیلی از مسئولان بهداشتی میگفتند اگر هم مشکلی با رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی باشد فرقی با وضعیت کلی جامعه ندارد. ظاهرا نگرانی مسئولان نه از خود داوطلبان آزمون‌ها که از خانواده های آنهاست که بیرون محل آزمون با ازدحام زیاد تجمع می کنند. نگرانی از این است که داوطلبان ویروس را به میان خانواده های خود ببرند. ولی برای خیلی از خانواده ها قبولی فرزندشان گویی مثل جان عزیز است. نیمی از داوطلبان مرد و نیمی دیگر زن هستند. آزمون کارشناسی ارشد آنها شاید آزمونی برای تعیین تکلیف کنکور هم باشد. قرار از کنکور 2 هفته دیگر برگزار شود. این بار نه با 500,000 نفر داوطلب که با 1,400,000 داوطلب و آنچه مسئولان میگویند مقررات بهداشتی متفاوت از آزمونهای امروز و فردا و پس فردا. سیاوش اردلان، BBC. سیامک مهیزاده همکارم اینجا در استودیو با ما. سیامک، بیشتر بهمون بگو که واکنش ها به رعایت پروتکل ها چه بوده از سوی مردم در شبکه های اجتماعی؟ میتونم بگم که تقریبا ما 2 نوع روایت این کنکور ارشد رو داریم میبینیم. یک دست کاربرا هستن که توی شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر دارن حرف میزنن و همشون به اتفاق دارن میگن پروتکل‌ها اصلاً رعایت نشده، تا حد خیلی کمی رعایت شده، خیلی جاها به اون شکلی که باید بوده نمیبوده. توی این فاصله من فقط 2 تا توییت دیدم که در مورد پروتکل‌ها راضی بودن، بقیه توییت‌هایی که دیدم همشون عدم از حکایت از نارضایتی داشت. دسته دوم در واقع تصویریه که در واقع توی شبکه‌های اجتماعی مربوط به رسانه‌های داخل ایران داره منتشر میشه از این برگزاری کنکور که همه چیز بر اساس رعایت پروتکل هست. در واقع ما داریم 2 جور متفاوت رو توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم. خب خیلی ها دارن بیشتر این اشاره‌ای که دارن در مورد تأخیر در باز شدن درهای حوزه‌های امتحانیه که باعث شده داوطلبا اونجا ازدحام بکنن و بعد با ازدحام وارد بشن. بعد تأخیر در شروع امتحان هست که باعث شده زمان بیشتری رو در یه فضای بسته بمونن. بسته بودن پنجره‌های محل برگزاری کنکور برای خیلی ها سوال بود که چرا پنجره‌ها بسته بوده. مثلا یکی اشاره کرده بود که توی سالونی بودم که فقط با کولر خنکش کرده بودم و همه پنجره‌ها بسته بوده. کسی عکسی رو منتشر کرده بود که ظاهرا از خود سازمان سنجش، از سایت سازمان سنجش بازنشر شده بود که نشون میداد داوطلبا ماسک دارن اما همه پنجره ها بسته است، در حالی که اگه بر اساس پروتکل ها باید هوا جریان داشته باشه و که خطر رو کمتر بکنه. چیزی که وجود داره اینه که این 2 تا در واقع تصویری که ما داریم از نحوه برگزاری کنکور ارشد میبینیم خیلی با هم دیگه سازگار نیست. در دوره برگزاری کنکور دکترا وعده داده بودن که هر نقصی که باشه برای کارشناسی ارشد رفع میشه. حالا دارن میگن که کاربرا دارن میگن که نقصا برطرف که نشده بود، هیچی حتی از دادن یه ماسک یا زدن ماسک هم رعایت نمیشد این قضیه. خیلی از مراقبا حتی ماسک نداشتن. نحوه توزیع برگای امتحانی میگن خیلی راحت دست به دست میشده. کارتای ورود به جلسه از طریق دست بین داوطلبان و مراقبین رد و بدل می‌شده و داده می‌شده. اینا مواردیه که به طور کلی دارن در مورد پروتکل‌ها صحبت. غیر از این آیا در مورد خود برگزاری کنکور صحبت دیگه شده؟ خب آره، چیزای دیگه هم وجود داره دیگه. به هر حال حالا یه سری تصاویری داره منتشر میشه در مورد اینکه خب سوال‌ها ظاهراً به دست بعضیا رسیده یا بر امنیت برگزاری کنکور زیر سوال تا حدی و در مورد سخت بودن سوالات من چند تا توییت هم دیدم که خب حالا میگفتن که یه جوری دارن کنکور میدن که انگار با لیسانس نمیشه مسافر کشی کرد. در واقع دارن اشاره میکنن به اینکه حالا فوق لیسانس هم بگیری اتفاق خاصی برای شغلی که میخواد داشته باشی نمیفته و در واقع یه راهیه برای فرار از سربازی.
یکی توییت کرده بود که من ترجیح میدم الان برم کنکور کارشناسی ارشد رو با این وضعیت اپیدمی کرونا برم شرکت بکنم که با همین وضعیت به سربازی نرم. در واقع بعدهای مختلفی هم هست، از جمله در مورد بیکاری قشر تحصیل کرده در ایران که میگن خب واقعا هیچ تفاوتی بین لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکترا برای یافتن کار وجود نداره، برای این چرا خودمون الان به خطر بندازیم. سیامک محیط‌زاده، متشکرم. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری فرانسه در پی انفجار شدید اخیر در بیروت به این شهر سفر کرده. ایمانوئل مکرون خواستار اصلاحات فوری در لبنان برای حل بحران سیاسی و اقتصادی این کشور شده. در میانه نگرانی ها از شیوع کرونا، روز اول آزمون کارشناسی ارشد با شرکت بیش از 300 هزار نفر داوطلب در ایران برگزار شد. در ادامه برنامه، هشدار گروهی از فعالان محیط زیست درباره تغییر اقلیم سیبری با شنا در آب‌های سرد دریاچه بایکال. مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرده اختلافش با ارگ ریاست جمهوری بر سر برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح حل شده و قرار است اکثر اعضای این مجلس فردا در این جرگه شرکت کنند. این تصمیم امروز در نشست کمیته رؤسای مجلس نمایندگان پس از گفتگو با سرپرست ریاست امنیت ملی و وزیر دولت در امور پارلمانی اتخاذ شد. دو روز پیش میررحمانی رئیس مجلس نمایندگان در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهوری گفته بود برگزاری لوی جرگه در حالی که شورای ملی وجود دارد غیر قانونی است. عظیم کبرزانی عضو مجلس نمایندگان افغانستان از کابل با ما هستن. آقای کبرزانی، شما یکی از نمایندگانی بودید که مخالف شرکت در این جرگه مشورتی بودید، آیا شرکت میکنید یا نه؟ تشکر از شما. بخیر. خب قاعدتاً بحث نظامی که در او از اکثریت مردم سالاری بحث باشه و تصمیم بر اساس جمع گرفته بشه، قاعدتاً ما هم از او پیروی میکنیم. امروز در کمیته رؤسا و اکثریت بکر صاحبان که آمده بودن رأی گیری شد و رأی اکثریت به این شد که اشتراک کنیم، با این که ما نقد خود داشتیم و همین اکنون هم نقد خود داریم و چرایی بس هنوز هم برای ما سوال هست که چرا اشتراک نمیکرده. چیزی عوض نشده، همطور که شما گفتید انتقادات هنوز هم مطرح هستش، ولی چه شد که نماینده ها پارلمان موافقت کرد که در این جرگه شرکت بکنه؟ خب ما بحثی که در اصل قضیه اگر تأملی بکنیم، قانون اساسی افغانستان به عنوان قانون مادر پیش بینی کرده که در چه مراحل لوی جرگه دایر میشه. اگر به قانون اساسی افغانستان مراجعه بکنیم، ماده 110 و 111 از او واضح ساخته و ما به این سوال ما ای بود که وقتی که لوی جرگه دایر میشه شرایط لوی جرگه را قانون اساسی پیش بینی کرده. باز حکومت اومد گفت نه، این لوی جرگه‌ای که در قانون اساسی نیست بلکه یک لوی جرگه مشورتی است. در لوی جرگه‌ای که در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده در حدود 700 یا 800 نفر، در حدود 800 نفر اشتراک میکنند که شامل نمایندگان مردم در ولسی جرگه، در مشنان جرگه، رؤسای محترم شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی است و در پهلوی از او کابینه اعضای استر محکمه ولای سارنوال هم به عنوان مهمان دعوت میشن، نه حق رد. اما وقتی که میبینیم در وضعیتی که حکومت افغانستان و دولت و مردم افغانستان سخت از مسائل کرونا، مسائل فقر، مسائل جنگ رنج میبرند، هزینه 330 میلیون افغانی به کشوری که در حدود 48 میلیارد افغانی ما کسر بودجه داریم یک بار بود و به این خاطر ما نگران این مسئله بودیم. از طرف دیگر تجمع 3000 نفر زیر یک سقف خود از یک مشکلی بود که به احتمال انتقال کرونا دو چون موج دوم از او هم هست، این هم بحثایی بود. خب آمدن مسئولین، آمدن امروز ما نگرانی های ما را شنیدن و اونا باز مطرح کردن بعضی از جوابات که تندازی پارلمان افغانستان قانش. این جواب ها چه بودن؟ برای اینکه به هر حال همونطور که شما اشاره کردید نگرانی های بسیاری وجود داره. رئیس مجلس نمایندگان گفته بود اصلا برگزاری چنین جرگه غیر قانونی است. چه مسائلی اونجا مطرح شده که نماینده ها نظرشون عوض کردند؟ خب ببینیم، شما اولا ما به این بحث بودیم که وقتی که 4600 نفر حکومت آزاد کرد میتونست که این 400 نفر دیگر هم آزاد بکنه، چی نیازه مشوره مردم رو نگیرید در این 4600 نفر؟ یا اینکه ما اطلاعات لازم از اجندایی که قرار است در 10 آگوست مطرح بشه و طالبان مطرح کردن که باید تمام اسرای ما آزاد بشه، این جزئیات رو نداشتیم و مسئولین آمدن به ما جزئیات دادن. از طرف دیگر کاتگوری افرادی که قرار آزاد بشه ما اطلاع نداشتیم. اینا سوالاتی بود و بعضی موارد دیگر هم نگرانی های وجود داشت که مردم یا خصوص نمایندگان مردم میگفتن شاید در بحث اجندای
فردا مباحثی از قبیل حکومت موقت باشه. این سلسله ابهامات باعثی شده بود که نمایندگان ملت نگران باشن و نگران یاد خود با مسئولین امروز در جریان باشن. همونطور که شما هم اشاره کردید این جرگه مشورتی هست و تصمیماتش الزام آور نخواهد بود. آیا این کمک میکنه به تصمیم نمایندگان؟ خب بحث مشورتی بودن از این برای ما مهم هست چون حکومت میخواهد که حداقل یک پاسخ از ملت هم بگیره و برای طالبان هم و برای جامعه جهانی هم. و از طرفی دیگر چون اونا ادعا کردن که نوعیت جرایمی که این افراد مرتکب شدن از صلاحیت رئیس جمهور بالاست و لای جرگه در این موارد میتونه یک مشوره ای ارائه بکنه، دست رئیس جمهور باز بکنه و آنچه که بسیار برای ما مهم است و در مجموع نمایندگان ملت رو از روی امروز اشاره داشتن بحث منافع ملی است. اگر واقعا این دو جرگه بتانه یک مشوره خیر و یک مشوره به خاطر بیرون رفت از دولت بنبست و آمدن صلح و آغاز مذاکرات داشته باشه، قاعدتا مردم موافق هستند، اما به شرطی که ما بتونیم به صورت صحیح نه به عنوان یک ابزار سیاسی بلکه به عنوان آنچه که قانون پیش بینی کرده از دو جرگه استفاده بکنیم. عظیم کبرزانی عضو مجلس نمایندگان افغانستان از کابل، متشکرم از شما. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده با شناسایی 108 مورد ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته، شمار کل مبتلایان به حدود 37,000 نفر رسیده. بر اساس اطلاعات این وزارتخانه در این مدت 4 نفر از مبتلایان هم جان باختند. کابل با شناسایی بیش از 14,000 مورد ابتلا هنوز در صدر ولایت آلوده به ویروس کرونا قرار دارد. در روزهای اخیر آمار رسمی نشان دهنده کاهش ابتلا به ویروس کرونا در این کشور بوده. فیسبوک و توییتر یکی از پست‌های دونالد ترامپ درباره ویروس کرونا را حذف کردند. رئیس جمهوری آمریکا بخشی از گفتگویش با شبکه فاکس نیوز را منتشر کرده بود که در آن گفته کودکان در برابر بیماری کووید 19 تقریبا مصون هستند. فیسبوک و توییتر اعلام کردند نشر این ادعای آقای ترامپ در این دو شبکه اجتماعی ناقض مقررات آنها درباره اطلاعات گمراه کننده و زیانبار درباره کرونا است. بانک مرکزی بریتانیا میگوید افول اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور از پیش‌بینی‌های قبلی کمتر است، اما روند بهبود کندتر خواهد بود. این بانک در آخرین گزارش 3 ماهه‌اش تولید ناخالص داخلی بریتانیا در پایان سال جاری میلادی را 5% کمتر از پارسال برآورد کرده و گفته بود نرخ بیکاری تا 7.5% بالا خواهد رفت. با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در استرالیا، این کشور محدودیت‌های بیشتری برای سفرهای بین شهری در نظر گرفته. بر این اساس تمامی مسافرانی که از ایالت ویکتوریا به نیو ساوث ویلز سفر می‌کنند باید 2 هفته در هتل قرنطینه باشند. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا گفته این محدودیت‌ها هزینه اقتصادی زیادی خواهد داشت و پیش‌بینی کرده نرخ بیکاری به 10% برسد. آمریکا می‌خواهد هفته آینده پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد. به نظر نمی‌رسد تصویب آن برای آمریکا آسان باشد. چین و روسیه که امکان وتو کردن پیش‌نویس قطعنامه‌های پیشنهادی در شورای امنیت را دارند، پیشاپیش مخالفتشان را با آن اعلام کردند. سام فرزانه گزارش می‌دهد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا خبر داد که پیشنویس تحریم‌های تسلیحاتی جدید ایران هفته آینده به شورای امنیت برده می‌شود. وظیفه شورای امنیت این است که صلح و امنیت جهان را تضمین کند. اگر این شورا اجازه دهد کشوری که بیشترین حمایت را از تروریسم می‌کند، آزادانه سلاح خرید و فروش کند، در واقع وظیفه خود را به استهزا گرفته. ایالات متحده یک سال است که درباره این موضوع مشغول دیپلماسی است. هر دو حزب آمریکا در کنگره با این موضوع موافقند. ما 13 سال است که سر این موضوع در شورا اجماع داریم. پیشنهادی که ما ارائه می‌کنیم معقول است. ما از این راه یا راه‌های دیگر کار درست را انجام خواهیم داد. ما اطمینان حاصل می‌کنیم که تحریم‌های تسلیحاتی تمدید خواهد شد. برجام توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی تضمین می‌کرد که بعد از گذشت 5 سال از امضای توافق، ایران می‌تواند از تحریم‌های تسلیحاتی خلاصی یابد. روز موعود تا 2 ماه دیگر میرسد. دونالد ترامپ و وزیر خارجه دومش از مخالفان سرسخت برجام بودند. آقای ترامپ که با وعده خروج آمریکا از این توافق به روی کار آمده بود، بالاخره در سال دوم ریاست جمهوریش از برجام خارج شد. رئیس جمهوری خیلی صریح گفته که ما اجازه نمی دهیم در 18 اکتبر امسال تحریم های تسلیحاتی ایران باطل شود. این یکی از مهمترین کاستی های برجام بود.
برای دنیا اتفاق بدی است که ایران اجازه خرید و فروش سلاح داشته باشد. شما حتما در رسانه‌ها دیده اید که ایران با چین به یک توافق دست پیدا کرده. همین حالا هم کشورهای قطار شدند که به ایران سلاح بفروشند. سلاح‌هایی که ثبات خاورمیانه، اسرائیل، اروپا و جان آمریکایی‌ها را در خطر قرار می‌دهد. ما اجازه نمی‌دهیم این اتفاق بیفتد. برای همین هر امکان دیپلماتیکی داشته باشیم را به کار خواهیم بست. برنامه همکاری‌های ایران و چین یک نوع یادداشت تفاهم بین دو کشور برای همکاری‌های آینده است. آمریکا این برنامه را زمینه‌ای برای نزدیکی بیشتر دو کشور و فروش سلاح به ایران می‌داند. بخشی از برنامه همکاری‌ها آنطور که تا به حال گزارش شده، فروش نفت ایران به قیمتی مناسب به چین را تضمین می‌کند. شماره اختلافات چین و آمریکا هر روز در حال بیشتر شدن است. مشکلاتی مثل مالکیت شبکه اجتماعی تیک تاک، تعداد هیئت دیپلماتیک و گیروپیچ‌های تجاری دو کشور با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا در حال افزایش است. حال باید دید که اختلاف نظر دو کشور بر سر ایران چقدر در محاسبات برخورد دو کشور با هم اهمیت دارد. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. یک گروه از فعالان محیط زیست در روسیه تن خود را به آب‌های سرد دریاچه بایکال سیبری زدند تا توجه مردم جهان را به تهدیدهای زیست محیطی که این منطقه با آن روبروست را جلب کنند. این گروه که شامل 4 مرد و 1 زن است، طول بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان را بدون وقفه شنا کردند. گیل مکلان گزارش می‌دهد. سرما، خستگی و تنهایی. دریاچه بایکال در سیبری جایی نیست که آدم بخواهد برای تفریح در آن شنا کند. دمای هوا حتی در اوج تابستان هم به ندرت از 10 درجه بالاتر می رود. اما این شناگران هدف ویژه‌ای دارند. می خواهند در مورد تهدیدهایی که این اکوسیستم با آن روبروست هشدار بدهند. این شنا رو به خاطر بومشناسی بایکال انجام میدیم تا توجه مردم دنیا رو به اینجا جلب کنیم، تا آلودگی اقیانوس‌ها رو متوقف کنن و اونها رو نجات بدن. این دریاچه مملو از تنوع زیستی است، اما حالا تحت فشار زیادی قرار گرفته. جربک‌ها، آلودگی انسانی، آتش سوزی جنگل‌ها و صنایع این دریاچه و مناطق اطرافش رو به خطر انداختند. چهار مرد و 1 زن مسیری 55 کیلومتری در این دریاچه را در 18 ساعت شنا کردند. در روز و در شب. آنها امیدوارند تلاششان ایجاد صنایع بیشتر در اطراف دریاچه را متوقف کند و این میراث جهانی را نجات دهد. گیل مکلن، بی بی سی نیوز. به این ترتیب می رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.